الان وقت خوبی برای خرید لپتاپ نیستش. چرا؟ چون مایکروسافت یه همایش برگزار کرد، اومد از سرفیس لپتاپ و سرفیس پرو خودش با پردازنده های کوالکام ایکس الیت و ایکس پلاس رو نمایی کرد. در کنارش هم اومد شرکای تجاریش رو هم معرفی کرد، گفتش که آقا ایسوس و ایسر و لنوو و دل و سامسونگ و اچ پی و این بقیه برندها دارن لپتاپ های جدیدشون رو با پردازنده های کوالکام طراحی میکنن. ویندوز جدیدش هم معرفی کرد که یه ویدیو جداگونه واسش ساختم و اینا رو با هم دیگه ترکیب کرد، رفته به جنگ اپل و قراره لپتاپ هایی رو به ما بده که میتونن شارژ دهی بسیار مناسبی داشته باشن. مثلا سرفیس لپتاپ جدید میتونه 22 ساعت روشن باشه هم و برای شما فیلم پخش بکنه که خیلی کار رو قشنگ میکنه و جذابش میکنه. امروز قراره در رابطه با این لپتاپ های دوست داشتنی براتون صحبت بکنم و ببینیم توی قسمت دوم همایش مایکروسافت چی گذشت. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کابینه همجا کانچاره کامتره و همجا که گفتم قراره بریم در رابطه با بخش دوم همایش مایکروسافت صحبت کنیم. اگه بخش اول رو هنوز ندیدید لینکش رو میذارم بالا، حتما ببینید، توی توضیحات هم هستش. توی بخش اول در رابطه با سیستم عامل مایکروسافت و تغییراتی که قراره بکنه صحبت کردیم. یه ویدیو هم قبلا در رابطه با تغییرات جدید سیستم عامل ساخته بودم، لینک اونم واسهتون میذارم توضیحات، اون رو هم حتما ببینید، این بالا هم کارتش میاد. خب بریم شروع کنیم. مایکروسافت توی قسمت بعدی همایشش اومد از NPU رو نمایی کرد و یه سری تعریف در رابطه با NPU ارائه داد. ما از قبل NPU رو میشناختیم چون توی پردازنده‌های سری M اپل هم NPU وجود داره و داخل پردازنده‌های سری کور اولترا اینتل هم وجود داره، ولی مایکروسافت اومد یه ذره بیشتر در موردشون توضیح داد، گفتش که آقا این NPU چیه. بذارید من ساده واسهتون بگم. قدیما یه واحد پردازشی وجود داشت به اسم CPU، بعد یه GPU داشتیم که کارهای گرافیکی رو انجام میداد. اگر رشته کامپیوتر خوندید میدونید که CPU خودش، میگفتیم ما همیشه تو دبیرستان و هنرستان اینجوری درسش رو خونده بودیم، که از دو قسمت تشکیل شده، ALU یا Arithmetic Logic Unit که پردازش های محاسباتی رو انجام داد و یه قسمت CU یا Control Unit که کارهای دیگه ارجاع دادن و اینجور چیزها رو انجام میداد. حالا به همه اونا یه قسمت دیگه داخل CPU اضافه بکنید، پس NPU جداگونه نیست، داخل CPUه و یه قسمتی به اسم Neural Processing Unit یا پردازش های عصبی. خیلی جا میگم پردازش های هوش مصنوعی ولی اشتباهه، پردازش های عصبی رو انجام میده. حالا این چیه قضیهش؟ قراره از این به بعد ویندوز وقتی یه دستوری میخواد بده یک سری چیزا به پردازش های عصبی ربط داشته باشه، همه چیزایی که با AI کار داره، اینا رو باید بدیم به NPU که انجامش بده و اگه لپتاپ شما، کامپیوتر شما CPUش NPU نداشته باشه این کار رو نمیتونه انجام بده. حالا آیا راهکاری واسهش وجود داره؟ آخر ویدیو چند تا نظریه هستی در موردش صحبت میکنیم، ولی گفتش که آقا NPU باید وجود داشته باشه تو لپتاپ جدید. سه پردازنده های کور اولترا 7155H مثلا که میدونم 15 تاپس NPU شون هستش. تاپس یعنی چی؟ CPU یه قدرت پردازشی داشت که ما با واحد گیگاهرتز میسنجیدیمش، میگفتیم گیگاهرتز پر سکند. حالا برای NPU واحد پردازشی متفاوته، اسمش هست تاپس، تریلیون اپریشن پر سکند، یعنی تعداد واحد پردازشی بر اساس تریلیون محاسبه میشه. اینجا پردازنده های سری X Elite و X Plus 45 تاپس قدرت دارن، پس همین الان قدرت پردازشی NPU شون 3 برابر مثلا سری کور اولترا اینتل هستش که خیلی قوی تره و خیلی بهتر خواهد بود. حالا اگه بخوایم یه مقایسه داشته باشیم، مایکروسافت اومد گفتش که آقا پردازنده ایکس الیت رو گذاشتم روی یه دونه لپتاپ سرفیس لپتاپ 15 اینچی و با یه دونه مکبوک ایر 15 اینچی که پردازنده M3 پایه رو خودش داره مقایسه انجام دادم. توی تست پیک مالتی ترد پرفورمنس یا اوج عمل کرده چند رشته ای 23% قوی تر از M3 ظاهر شده و توی حالت دوم ساستیند مالتی ترد پرفورمنس عمل کرده چند رشته ای پایدار تا 58% سریع تر از پردازنده M3 هست. پس با یه قول بیشا خودم طرفیم که میتونه M3 رو بزنه، ولی حواستون باشه M3 معمولی رو میزنه، هنوز به M3 پرو و M3 مکس و اولترا اینا نزدیکم قرار نیست بشه، که البته فکر کنم مکسش که هنوز نیومده، ولی فعلا اینکه اومده با M3 مقایسه کنه و احتمالاً به همون روشی که اون برتونستن چند تا رو بذارن کنار هم دیگه CPU ها رو، این برم کوالکام میتونه این کار بکنه، ولی هنوز سراغش نرفته. حالا
با همه این اوصاف مصرف برقش چجوریه، باتریش چقدره، در اوج ناباوری باید بگم که باتریش 20% بهتر از همون مک بوک ایر M3 بهتر کار میکنه، پس هم قدرت پردازشی بالاتری میده هم باتری بهتری نسبت به اون میده. البته یه سری چارت از بنچمارک اومده ازش بیرون که یه ذره قضیه رو متفاوت میکنه، یه ویدیو جداگونه در رابطه با این بنچمارک ها حتما میسازم، اونجا بنچمارک ها رو خیلی دقیق‌تر میبینیم. حالا تا زمانی که بیاد فعلا اینو ببینیم، وقتی هم بیاد که خودمون میاریم حتما بررسیشون میکنیم، ولی قطعا با یه دونه لپتاپ خفن طرف هستیم و با یک پردازنده خفن از طرف ایکسلیت طرف هستیم. حالا این پردازنده معرفی شد، این پردازنده فعلا روی لپتاپ های سرفیس پرو جدید و روی سرفیس لپتاپ جدید اومده بیرون. بریم تو ادامه این دوتا رو با هم بررسی کنیم، بعد بریم سراغ بقیه برندها. سرفیس لپتاپ جدید طراحیش مثل قبله، تغییر ظاهری نداشته، همون لپتاپ نازکی هستش که خب قیافه خیلی جذابی هم داره. توی 4 تا رنگ این بار عرضه شده، یه رنگ آبی داره که خودشون بهش میگن سفایر، یه رنگ بلک، یه دونه گولد و یه دونه پلاتینیوم یا همون نقره‌ای طورشه. توی 4 تا رنگ پس عرضه شده، توی 2 تا سایز عرضه شده. یه سایز 13 اینچی داره که به واسطه اینکه اومدن حاشیه های صفحه نمایش رو کم کردن، یه صفحه نمایش 13.8 اینچی به شما میده که خیلی جذاب میکنه کار رو، و یه دونه اندازه 15 اینچی داره. تستایی که مایکروسافت گرفته روی حالت 15 اینچی، روی اندازه 15 اینچی بوده، چون احتمالاً پخش هوای بهتری خواهد داشت. ولی گیری که من باش دارم اینه که اندازه تاچپدش یه ذره کوچیکه، تاچپد جا داشتی بزرگتر بشه تو مدل 15 اینچی، ولی تاچپد رو بزرگتر نکرده، انگار همون تاچپدی که روی 13 اینچی زده رو خواسته اینورم جا بکنه. مایکروسافت برای مقایسه این لپتاپ یه دونه با مکبوک ایر M3 مقایسه کرد، یه دونه با سرفیس لپتاپ 5 مقایسه کرد، ولی اسم این لپتاپ از سرفیس لپتاپ 7، چرا با مدل 6ش مقایسه نکرد؟ اینجا تریکی که مایکروسافت زد. قضیه چیه؟ مایکروسافت اومد یکی دو ماه پیش لپتاپ های جدیدش رو با پردازنده های اینتل برای سازمان ها داد بیرون. ما مطمئن بودیم که قراره با ایکسلیت بیاد بیرون و میدونستیم که آقا این با سازمان هاست فقط. پس لپتاپ سری 6 چون فقط برای سازمان ها اومده بیرون و احتمالاً فروش زیادی هم نخواهد داشت، برای این اصلا نرفت سراغ این که با اون مقایسه کنه، چون اصلا بیرون نیستش که بخواد مقایسه کنه، اومد با سری 5ش مقایسه کرد. پس اگه جایی میبینید با 5 مقایسه شده، قضیه اینه. توی سرفیس پرو هم دیگه تکرار نمیکنم، تو پرو هم همینه، با نسل 10 مقایسه نکرد، با نسل 9 مقایسه کرد، الان نسل 11 رو داده، با نسل 9 مقایسه کرد، چون 10ش فقط برای سازمان هاست. حالا توی این مقایسه که انجام داد گفت آقا نسبت به سرفیس پرو نسل قبل خودم یعنی 5، 86% سریع‌تر شده این لپتاپ. 86% ببینید، از اصلا یه چیزی چی بگم دیگه. و تاکید کردن که این اعدادی که اینجا می‌بینید فقط توی بنچمارک ها نیست، یعنی بنچمارک هامون رو نیومدیم دستکاری بکنیم، اینا تو دنیای واقعی هم همینه. و بعد دوتا تست به ما نشون میده توی همایش، یکی با داوینچی ریزالو گرفت، یکی دیگه هم فکر کنم با ادوب فتوشاپ یا با لایت روم گرفتش، که واقعا می‌بینیم خیلی سریع‌تر داره عمل می‌کنه. اومد در مقابل مکبوک گوشش و دیدیم که خیلی بهتر می‌تونه عمل کنه، پس خیلی سریع‌تر شده نسبت به نسل قبل، و این به واسطه اینه که پردازنده ها سری هستن و پردازنده جدیدی هستش که کوالکام واسش طراحی کرده. اگه بریم سراغ اینتل و AMD نمیدونیم نتایج چی خواهد بود، پس فعلا نمیتونیم در مورد اون نظر بدیم، ولی کوالکام ها میدونیم که الان اینجوریه، واسه همینه که میگم صبر کنیم و لپتاپ نخریم تا بقیه هم بیان آساشون رو کنن ببینیم چه خبره. هر دو تا لپتاپی که مایکروسافت داده صفحه نمایششون تاچه، توی همایش هم یه جای تیکه ای انداختش به اپل، اومد دست بزنه روی مکبوک یه ذره زوم کنه و گفت نمیتونه و گفتش که ببین اینجا چقدر من دقیق تر و پرسایز تر میتونم این کارو بکنم، ولی اونور توی مکبوک نمیتونید و باید با تاچپدتون این کارو بکنید. البته نگفت که تاچپد مک خیلی قوی تر نسبت به تاچپد سرفیس ها هستش. سرفیس های جدید هم تاچپداشون تاچپد های جدیدیه، هپتیک انجین زیر خودش داره، من باش کار نکردم ولی حدس میزنم که خیلی بهتر شده، چون تجربه ای که دیدم توی سایت ها میگن خیلی بهتره. حالا سراغ صفحه نمایش رفتیم، این لپتاپ ها صفحه نمایششون دو مدل، صفحه نمایش LED دارن، صفحه نمایش OLED هم دارن. اگه بخواید میتونید صفحه نمایش OLED رو سفارش بدید، فکر کنم $300 گرون تره صفحه نمایش OLEDش، ولی خب احتمالا دوتا سایزش میتونه متفاوت باشه. در کنار اون دوتا خروجی تایپ C داره
که به شما اجازه میده 3 تا خروجی تصویر جداگونه ازش بگیرید. 3 تا تصویر 4K میتونید ازش خروجی بگیرید و خودش هم در کنارش هست. یعنی همزمان 4 تا تصویر. مثل مک هم لازم نیست حتما در لپتاپ رو ببندید تا اون 3 تا بیاد. حتما میتونه در لپتاپ باز بشه و 3 تا خروجی دیگه بهتون بده. 4 تا خروجی تصویر. مایکروسافت میگه باتری لپتاپش تا 22 ساعت پلی بک به شما میده و تا 15 ساعت میتونید وبگردی بکنید. خودش میگه 2 برابر نسل قبلشه باتریش، که خب خیلی پیشرفت بزرگیه. برای ارتباطش هم کارت شبکه لن نمیخوره، ولی از وایفای 7 پشتیبانی میکنه و وایفای 7 شما کمک میکنه که یک ارتباط پایدار و خیلی سرعت بالا داشته باشید. من که خودم کار نکردم با این لپتاپ، ولی ویدیوهایی که دیدم، بچه‌ای که رفته بودن باش کار کرده بودن بعد از همایش، از کیبوردش هم خیلی راضی بودن. مایکروسافت اومده بود این لپتاپ رو باز شدهش رو هم گذاشته بود که آقا ببینید چه چیزایی چه اجزایی داره و یه وبکم خیلی خوبم داخل خودش داره که فکر کنم وبکمش 2K هست و مایکروسافت روی وبکمش هم خیلی تمرکز کرد و گفتش که آقا هم دقت رنگ خوبی داره، هم تفکیک رنگ خیلی خوبی داره و کلی هم امکانات AI احتمالاً داخل خودش داره. همه اون چیزایی که در رابطه با سیستم عامل گفتیم اینجا قراره بیاد اینتگریت بشه و باش کار بکنه. این از سرفیس لپتاپ جدید که به نظرم خیلی دوست داشتنی بود. در مورد سرفیس پرو من یه ذره جدی‌تر میتونم نظر بدم، چون خودم یه دونه سرفیس پرو رو دارم الان 3-4 ماهه که خریدم و دارم استفاده میکنم. سرفیس پرو من سرفیس پرو 7ه، من بسیار راضیم. همین الانش من تقریبا نصف روز لپتاپ روشن میتونم باش کار بکنم، یعنی شاید قشنگ 7-8 ساعت 10 ساعت من با این کار میکنم. حالا من قطعا همیشه پشتش نیستم، میرم کارامو انجام میدم برمیگردم، چون من وقتی سر پروژه میرم این رو میبرم و استفاده میکنم. من بسیار از طراحیش حال میکنم، این دیزاینش که میتونم راحت بازش بکنم، تو حالتهای مختلف بذارم. کیبوردش رو بسیار دوست دارم، ولی توی جدید خیلی اوضاع بهتر شده که واسهتون الان توضیح میدم. شاید چشمگیرترین ویژگی سرفیس پرو جدید اینه که خود مایکروسافت میگه نسبت به نسل قبل 90% سریعتر شده. 16 گیگرم داره حداقل، SSD 256 حداقل داره. توی بعضی از مدلاش به صورت آپشنال شما پشتش میتونی یه دونه SSD اضافه بکنی، یا شاید هم SSDش قابل تعویض باشه، نمیدونم دقیقا نگفتن کدومه، ولی جای SSD پشتش وجود داره و میتونی باز بکنی، زیر این پایه هست و SSDش رو میتونی عوض بکنی. سرفیس پرو 11 هم مثل سرفیس لپتاپ 7 صفحه نمایش OLED و صفحه نمایش معمولی داره، میتونید هر کدوم رو خواستید سفارش بدید. از 5G ساپورت میکنه، یعنی سیم کارت میتونه بخوره، البته این آپشناله، ولی وایفای 7 داره برای ارتباطش و میتونه ارتباطش رو یه ارتباط پایدار به شما بده. دوباره دقیقاً مثل سرفیس لپتاپ صفحه نمایشش لمسیه و یه دونه و میتونه 3 تا تصویر جداگونه هم به شما بده، یعنی 4 تا مانیتور میتونید همزمان تصویر داشته باشید. دوربین سلفیش کیفیت کواد HD داره و دوربین پشتش هم 4K میتونه فیلم برداری بکنه. و نکته بسیار جذاب این تبلت دوست داشتنی مایکروسافت اینه که بالاخره کیبوردش وقتی جدا میشه کار میکنه. توی این سری قبلی ما همیشه میگفتیم بابا کیبورد رو جدا میکنی چرا کار نمیکنه، حالا دیگه کیبورد رو میتونی جدا بکنی و کار بکنه. چیزی که من دیدم 2 مدله، ولی یه جا خوندم 3 مدل هم کیبورد داره. کیبورد و تاچپدش چی؟ یه مدل داره که قلمش یا سلیم پنش مخفی میشه، همونجوری که میبینید احتمالاً پیدا کنم میذارم. یه مدل دیگه داره که سلیم پنش مخفی نمیشه و قابل نمایشه. یه مدل دیگه هم انگار داره که اصلا سلیم پن نداره جاش رو. خوبی سلیم پن داشتن اینه که شما میتونی قلم رو حتی الان نخری، بعدم قلم رو بخری جایگزین کنی. من اون مدلی که مخفی میشه رو بیشتر دوست دارم، ولی اون یکی مدلش هم هست. 2 تا کیبورداشو که قطعا دیدم، سومیه که جای اسپن نداره رو ندیدم، ولی شنیدم که این مدل هم وجود داره. به واسطه اینکه میتونه جدا بشه باید باتری جداگونه داشته باشه تا بتونه کار بکنه. تو یکی از ویدیوها دیدم که یه نفر گفت پرسیدم و گفتن یه باتری جداگونه داره که تا 14 ساعت به شما شارژ باتری میده. پس تقریبا همون یه روزی که قرار باشه کار بکنی باتریش هم کاملا همون قد میره. در مورد مقدار زمان شارژ این لپتاپ فکر کنم مایکروسافت چیزی اعلام نکرد، ولی احتمالاً همون 14 ساعت خواهد بود، 14-15 ساعت، و چیزی اعلام نکرد تا جایی که من دیدم. ضد حالی که این مدل لپتاپ داره اینه که کیبوردش همراه خودش نیست، یعنی شما این تبلت مایکروسافت رو که بگیرید کیبورد همراهش نیست و باید کیبورد رو جداگونه خرید کنید، چیزی که تو مدل‌های قبلی اینجوری نبود. فکر کنم می‌خواستن کنترل رو قیمت کنن، سودشون رو بالا ببرن، چیکار بکنن که این کارو انجام ندادن و کیبورد رو باید جداگونه سفارش بدید، حالا هر کیبوردی که دیگه شما نیاز دارید. مایکروسافت تو ادامه اومد یه سری تست‌های مختلف
مختلف رو هم گرفتش روی این لپتاپ، لپتاپ رو گذاشته بود روی میز و تست‌های مختلف رو گرفتش، هم با داوینچی ریزالو کار کرد یه تست انجام داد توش، هم با فتوشاپ یا لایت روم بود یه سری عکس رو اومد تبدیل کرد و تست گرفتش که ببینیم چجوریه. یه تست هم از مدت زمان باتریشون نشون داد که بیشتر از تقریبا دو برابر نسل قبل خودش و بیشتر از مکبوک ایر M3 اپل به شما شارژ دی میده که فیلمش هم میتونید ببینید الان. و اون تستای بیشتر رو اگه بخواید ببینید دیگه باید همایش مایکروسافت رو ببینید، لینک همایش رو هم کامل براتون میذارم تو توضیحات میتونید ببینید. تو قسمت بعدی مایکروسافت اومد از همکاران تجاری خودش که لپتاپ های جدیدشون رو ساختن با پردازنده X-Elite و X+ رو نمایی کرد، سامسونگ، دل، HP، لنوو، ایسر و ایسوس، 6 تا همکاری که اومدن اونا هم لپتاپ ساختن و دونه دونه اومد لپتاپ هاشون رو هم معرفی کرد. من دیگه این ویدیو خیلی طولانی شد معرفی نمی کنم. امین خلیقی از کانال بینوشای یه ویدیو ساخته اونجا همه این لپتاپ ها رو معرفی کرده، لینک اون رو واسه تون میذارم، اون ویدیو رو حتما ببینید که بهتر با اون لپتاپ ها هم آشنا بشید. خب حالا بریم سراغ 4 تا سوالی که توی ویدیو قبلی کامنتاش خیلی پرسیدید. بذارید جواب بدم، نظر خودم رو خیلی دارم میگم بیشتر چون قطعی نمیشه در موردشون حرف زد. سوال اول و بسیار مهم، کامپیوترهای فعلیمون چی میشه؟ منی که رفتم الان مثلا 13900 خریدم یا رفتم 14900 خریدم NPU نداره چیکار بکنم؟ حدس من اینه به واسطه اینکه توی همایش ما لیسا سو و مدیرعامل اینتل رو هم دیدیم، حدس من اینه که یک رابطی این وسط میسازن، یک مترجمی میسازن که پردازش های NPU رو بتونه تبدیل بکنه به پردازش هایی که مثلا خود CPU بتونه انجام بده یا یه چیزی تو این مایه ها. بالاخره اونا خراب میشن اینجوری اگه نتونن این تبدیل رو انجام بدن، پس یه رابطه این وسط میسازن که بتونن کار خودشون رو همچنان ادامه بدن، ولی احتمالاً پردازنده های جدیدشون متفاوت میشه و پردازنده هایی میسازن که MPU داخل خودشون خواهند داشت. شاید هم یه روزی ببینیم که اینتل و AMD هم از X64 دست کشیدن و دارن پردازنده ARM توسعه میدن، معلوم نیست، ولی من حدس میزنم بالاخره یه رابطی وسط نوشته میشه. خیلی نگران نباشیم، یه ذره صبر کنیم. سوال دوم، چی شد که اصلا پردازنده های ARM بهتر از پردازنده های X64 شدن؟ اگه بخوام دقیقشو بگم، چی شد که پردازنده ریسک از سیسک بهتر شدن؟ نه، بهتر نشدن. قضیه اینه که این پردازنده های جدید معماری جدیدی دارن و این NPU رو داخل خودشون گنجوندن و وقتی شما نیاز به باتری داشته باشی، قرار باشه باتری بهتری داشته باشی، مجبوری بری سراغ این پردازنده. اینور خیلی بهتر جواب میده نسبت به اون پردازنده ها، وگرنه هنوز اون پردازنده ها قدرت پردازشی بالاتری دارن. از کجا بفهمیم؟ بریم سراغ سرورها ببینید مثلا CPU سری اپیک یا CPU سری تردریپر AMD اونور زئونا چقدر قوی ترن، چون اونجا برق مهم نیست، هر چقدر بخوام برق بهشون میدن میبینیم که اونجا قوی ترن. پس هنوز اینور نیومده قدرت اونور رو بگیره، ولی چون باتری مهمه اینجا مهم شده. همین خودش زنگ خطر، شاید اصلا واسه کامپیوترامون اتفاقی نیفته، رو لپتاپاست که اینقدر مهم خواهد بود، نمیدونیم، یه ذره باید صبر بکنیم تا نتیجهش در بیاد. سوال بعدی این بودش که نرم افزار قدیمی به مشکل نمیخورن، نرم افزار مهندسی که ما باشون کار میکنیم، اینم باید صبر بکنیم تا جوابش در بیاد، ولی احتمال خیلی زیاد نه به مشکل نمیخورن. یه رابطی یه چیزی این وسط نوشته میشه که همه چی به درستی کار بکنه. همین الان مایکروسافت، اگه ویدیو قبلی رو ببینید معلومه، مایکروسافت گفته که آقا من 90% کارهایی که روزانه انجام میدی برنامه‌های نیتیوش رو آماده دارم، ولی بقیه‌اش هم هست که به واسطه اون لیری که برای ترجمه نوشتم به اسم پریزم کار میکنه. تو ویدیو قبلی من گفتم پریزم، اشتباه گفتم، ببخشید، پریزم درسته، یه نفر تذکر داده بود. و سوال آخر که چند نفرم پرسیدن اینه که تکلیف بازی ها چی میشه. من تو کامنت یکی از بچه‌هام گفتم واقعیت اینه که نمیدونیم هنوز تکلیف بازی ها چی میشه. مایکروسافت اگر رو بازی ها کار کرده بود و جواب خیلی خوبی گرفته بود احتمالا میومد میگفت این رو، ولی وقتی توی همایش نگفت احتمالا یه جای کار میلنگه. در کنار اون ما دیدیم که یه جورایی بازی ماینکرافت رو برای ما دمو کرد و دیدیم که داره اونجا کارم میکنه و هیچ مشکلی هم وجود نداره، ولی همچنان نمیدونیم با رو بازی اصلی قضیه از چه قراره. ولی نکته مهم اینه که آقا کوالکام یک سازنده پردازنده جدید نیست. کوالکام سال هاست که داره اون برای موبایل ها
پردازنده میسازه و بهترین پردازنده‌های موبایل رو داره میسازه. پس کوالکام کارشو بلده. فقط میمونه مایکروسافت بتونه این هماهنگی رو انجام بده و بازی سازها هم بیان خودشون رو هماهنگ بکنن. پس احتمالاً به مشکل نمیخوریم. شاید تو نسل اول یه ذره گیر و گور داشته باشه. احتمال از نسل بعدی که همه بازی‌ها هم بیان سازگار بشن دیگه مشکل حل میشه و بازی‌ها هم به درستی کار میکنن. خب اینم از این. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. ببخشید ویدیو طولانی شد ولی گفتم که کامل بگم که در جریان همه چیز باشید. تاکید میکنم دوباره خیلی از چیزایی که توی ویدیو قبلی گفتم خود مایکروسافت میگه که به NPU نیاز دارن و حتما باید اینجوری باشن. به خاطر همین میگم فعلا دست نگه دارید. لپتاپ اگه میخواید بخرید نخرید، صبر کنید ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی حتی اگرم خریدید نگران نباشید، اینجا ایرانه، بعدم یه ذره گرونترم دلار میره بالا میفروشید. خیلی نگران این قضیه نباشید. همین، دمتون گرم. من اردشیر کاوینه، اینجا کانال چاره کامپیوتر. نظری دارید بگید، حتما ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگه سوال دارید بپرسید. تو ویدیوهای بعدی حتما بهش جواب میدم. مرسی، فعلا خدا نگهدار.